با شما هستیم در بخش گمشده و امروز آقای حاجی عبدالنبی مهمان ما هستند که برادرزادهشون گمشده و خانم ببانی هم مادر کسی هستند که گمشدن. حاجی صاحب سلام، صبحتان بخیر. سلام تقدیم میکنم به ایمال جان و مریم جان، بیننده تلویزیون طلوع، به ملت رنجیده افغانستان. بسیار خوش آمدین آجی صاحب. خوش بیشتر. بی بی آجی سلام، صبحت بخیر، بسیار خوش آمدین. خوش باشین، بخیر باشین. بین کمی از عبدالغنی بر ما قصه بکنین. غنی که 18 سال چشم برایش هستین و 18 سال است که منتظر آمدنش هستین. از عبدالغنی جان بر ما قصه بکنین و بگوین در کجا چگونه گم شد؟ از این رفت از از ایران رفت ترکیه، از ترکیه رفت و در نمیر. ترکیه هم رفته بود. آی صاحب خیر، شما قصه بکنین از برادرزاده تان، از عبدالغنی بر ما بگوین و یه هم عکسش هست که میبینید. خب برادرزاده مثلا پی وقتی که 18 سال میشه گم شد، این بسیار کوشش کرد. یک صاحب در مکتب یک ذره ضعیف بود. خب بازی مکتب کامل خواندن؟ نه، مکتب در پاکستان بودیم. خب در پاکستان بودیم. بازی هم تو که بیکار موند، یک ذره رنج می برد و باز بسار مرا شله شد که من روان که خارج میرم. خب من گفتم خالی پیسه نداریم، با پیسه پیدا کنم، باز من تو را چی کنم دیگه، هوایی روان کنم، خطر داره زمینی. گفت نه، کل مردم میره، امون رفیقاش که در بازار میرن، یکی دیگر که میرن یعنی در 3000 در 2500 میره و دیگه من میرم. بچه ها به یک ذره سرزور می باشند. بسیار شله شده، من را بسیار باعث شد، باز من مجبور شدم به فامیل مشوره کردم. بازی صاحب رفت یک وطندارا بود که را می برد ترکیه. خب بازی که در ایران رسی، بازی مردکه گفت که ایران من ترکیه برده نمی تانم. بازی بعد از زده میدم ایران که من بازی جا برم از زنگ زد که من چی بکنم. اول خب من گفتم ایش پس بیا. خب بیا پاکستان بیا. باز او شما او زمان در پاکستان بودین؟ ما پاکستان بودیم سه. خب باز اموجه یک چیز به تنداره ما بود، زنگ زدم برای از او که دیگه امی اگر تو کدومی چیز قاچاق برداری دیگه ایشی کهی را دیگه روانش کن. باز او گفت که ما دارم یک قاچاق بر، خب تا چیز میبرش، تا ادریش هم میبرش. خب بازی برای من چیز که من پیسه یک چند رو ببرش $1000 روان کردم، بازی بردش تا اودریشه. چه وقت به ایران بود؟ در ایران یک 20 روز بود، یک ماه 20 روز امیترا بود. بعد از این بازو جا که رفت، اول شما که ما این در اودریش رسیدیم دیگه یک هفته ایز هستیم، بازی حرکت میکنیم میریم. باز یک هفته قصد کجا را داشت که برسه؟ چه میرفت؟ لندن میرفت. خب انگلستان. بعد از این صاحبی که حرکت کرد رفت در ایچی رفت رسید انگری که رسی برای ما زنگ زد که پیسه روان کنم. ما یک $1200 برای ازی حواله کردم، برای ازی که روان کردم. بازی ها دیگه چی که ما گفتم اون نفره که شما را قاچاق برای میبره امون رسم حواله شد برای ما بده. گفت اون نامعلوم از دیگر میایه، ما را میجا میگیره میره شام میایه از هنگری. هنگری هم بعد از امون دیگه امون حسابش دیگه تلفون هم نشد، قطع شد که یه حرکت کردن. باز مردم اول آما که برای ما که این تو کدام یه چیز در کشتی یک 12 نفری که میره در کشتی غرق شده یا چطور یکی شده دیگه حسابش معلوم نشد برای تا امروز روزه. تا امروز روزه. کسی دیگه هم از وطندارا بود کدش؟ دیگه نه، وطندار از ما دیگه کسی هم رایش نبود. عبدالغنی جان تنها بود دیگه؟ تنها بود. تا ادریش رسیده بود؟ ادریش انگری تا اینجا رسیده؟ تا انگری رسیده بود. از انگری میخواست که چی بره فرانسه، از فرانسه با تیر شد بره چی بره. با اوجا ممرای قاچاق بر دیگر؟ آه قاچاق بر، امو کشتی که یاره می بود، کدوم دریاست، نمیفهم چی از در بین انگری و بین چی فرانسه که تیر میشه فرانسه میره، از فرانسه باز امو تا چی میره، انگلستان میرفتن. باز کس دیگه همراه عبدالغنی بود یا خودش تنها بود؟ یعنی گفته بود یک بچه از کابل، باز کابلی بود. بازمو آمدند برای ما اول دادن که دیگه بیادر ما بیادرزاده تم به می کشتی غرق شدن.
این فامیل کابلی شما را پیدا کرد؟ آه، این فامیل کابلی هم نزدیک بودیم. بچه اونا رسیده بود؟ بچه فامیل کابلی؟ نه، اردوشن دمیک چه حرکت کرده بودن. اونا هم همون تو حساب شد؟ یک جای هم. نامعلوم است؟ نامعلوم. او همه اول گرفت که از ما بچه چی شده؟ غرق شده در کشتی باز و فاتحه‌گیری هم کرده. دیگه و شما تا هنوز امید دارین؟ ما امید داریم که ما گفتیم که شاید که زنده باشه. دعا میکنیم، ما هم دعا میکنیم. سلامت خداوند باشه. سلامت باشه. هر جایی که هست عبدالغنی جان برگرده و بیا چون مادر و کاکا و همه چشم برایش هستن. آمین. مادر جان، فرزند چندمتان بود عبدالغنی جان؟ بچه چندمتان بود؟ بچه دومم بود دیگه. بچه دومتان بود. بچه اولتان چی کار میکنن؟ کجا هست؟ او کانادا رفته. خب کانادا هست. رسیده او بخیر؟ او وقت رفته. رسیده. و چند اولاد دارم؟ سه تا دارم. یک دختر دو بچه بود. اینی که رفت او سرفت. این هم معلوم نیست دیگه. حسابش. بین خدا مهربان است. خدا مهربان است. آی صاحب شما تلاش کردین، رفتین به سفارت ها و سفارت ها نرفتیم، وزارت خارجه و یا نه جا نرفتیم، ولی این دفعه است که میشه پیش شما آمدیم و دیگه پیش همی ملا و چیزا بسیار زیاد رفتیم. وزارت خارجه و سفارت ها و یا هیچ مراجعه نکردین؟ نکردیم، نه در کشتی های بود، نبود؟ نه والا هیچ دیگه، هیچی نکردیم. باز از کدام اقارب یا کسی دیگه براتون احوالی نامد که عبدالغنی نه جای دیده باشه؟ شایعاتش همی بود که دمی کشتی غرق شده. حرف شان همی بود دیگه؟ کدام کشتی که نمیفهم که یک دریاچه است و بحر هم نیست که 12 نفر در یک کشتی یکای خود هیچی میکنن باز خانمو کشتی کنن. چطور یک بچه بود عبدالغنی؟ بسیار یک بچه شار یک زکی بچه بود، بسیار خوب بچه بود، بسیار بسیار خوب. ولی حال نبودش مادر را درد میته، مادر را رنج میته دیگه که نیست. کل ما را درد میته. او زمان مادر گفتن 20 ساله بودن. حال تقریبا دیگه 38 ساله میشه. سواد کامل داشتن که بتونن بخونن و بنویسن. انگلیسی را میفهمی؟ پاکستان بودی؟ تو صنف ده مکتب خونده بود. پاکستان خونده؟ بین خدا مهربان است و از هموطنان ما هم خواهش مایی است اگر از عبدالغنی جان چون عکسشان از شما میبینین عکس تقریبا 18 سال پیش شان است و یا زیادتر پیش باشه که در کدام عروسی هم بوده طبعا و یک عکس شان هم از عروسی است که کالاشان هم زرک پر است. فقط هم عکس مانده یادگار از پیش عکس و امو خاطرات که داشت با شما، امو عکس و خاطرات شیرینش. بله، هموطنانمون که به کشورهای مختلف شما برنامه را میبینین میتونین با ما همکار باشین. شماره تماس برنامه، شماره واتساپ برنامه بر شما زیرنویس میشه در طول برنامه که میتونین بر ما پیام بگذارین. از طریق فیسبوک هم میتونین که با ما در تماس باشین و همچنان ایمیل آدرس bamdad@tolu.tv هست که ما منتظر پیام شما هستیم. اگر احوالی از عبدالغنی دارین ما را حتما با خبر بسازین. بله، خداوند هیچ مادری را داغ اولاد نشان نده و هیچ اولاد داغ پدر و مادر نشان نده که خیلی هم سخت است و سخت دردآور است. ما چون شاید هستیم که پدرها با همو بزرگی میان به خاطر فرزند اشک میریزن، مادرها با همو بزرگی و مهربانی میان به خاطر دوری فرزند اشک میریزن. آی صاحب، ما فقط جز خدا چیزی نداریم، دعا بکنیم و خواهش شما هم از هموطنان ما هم همی است که اگر می معلومات دارین میتونین کمک بکنین. قسمی که مریم جان گفت راه ارتباطی هستن، چیز پیام و گفتنی اگر کپ بدل داشته باشین آی صاحب بفرمایید. چیز پیام دارین خصوصا برای خانواده هایی که اولاداشون نمیتون علاقه دارن که برن به یک کشور دیگه و توسط قاچاق از راه قاچاق دیگه ما خود دیگه علی قاچاق بر چیز هست دیگه راهم راه قاچاقی بندم شده مشکل از رفتن. بله دیگه تو دوستایی نداریم که دیگه برن با ما اول بدن. بله، بسیار خوش آمدین، بسیار خوش آمدین مادر جان. ما دعا میکنیم و از هموطنان ما هم خواهش مایی است که کمک بکنین. بسیار خوش آمدین آقای صاحب. وقفه، پس از وقفه برمیگردیم در لحظات پایانی بخش سرخط. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.